فکر میکنین یکی از مهمترین و بهترین اختراعات بشر چیه؟ برق؟ چرخ؟ اینترنت؟ تمام اینا واقعا دنیا رو تغییر دادن. ولی میشه گفت یکی از مهمترین اختراعات بشر زبانه. صحبت کردن و توانایی ما در این زمینه یک حماسه به شمار میاد. چندین میلیون سال طول کشید تا به این لحظه رسیدیم. جایی که من میتونم به شما بگم چطور چندین میلیون سال طول کشید تا به اینجا رسیدیم. امروزه حیوانات دیگه‌ای هم وجود دارن که به روش‌های پیچیده ارتباط برقرار می‌کنن، مثل نهنگ‌ها، فیل‌ها و کلاغ‌ها. با این حال توانایی‌های صوتی ما به عنوان یک گونه خیلی منحصر به فرده. این توانایی بخشی از چیزیه که ما رو انسان می‌کنه. در این ویدیو از پاراگراف به زبان و اولین باری که صحبت کردیم می‌پردازیم. دیرین انسان شناسان از آناتومی بدن ما و استخونی که توی گلومون قرار گرفته تا دستگاه صوتی رو شکل بده و از مورفولوژی گوشها معمای زمان و چگونگی پیدایش این انطباق رو کنار هم چیدن و با مشاهده سابقه بقایای اجدادمون به سرنخهایی دست پیدا کردن که از چه زمانی صحبت کردیم. این داستان میتونه بین 360 تا 400 میلیون سال پیش شروع شده باشه، زمانی که اولین چهار پایان باستانی از زندگی توی آب به زندگی روی خشکی اومدن و ریه‌ها و زبان متحرک رو تکامل دادن. کنترل هر دوی اینها با دقت برای ایجاد صداهای مختلف که گفتار انسان رو شکل میدن مهمه. این اتفاق ممکنه بین 6 تا 8 میلیون سال پیش، زمانی که اجداد ما هومینین‌ها از اجداد نزدیکترین خیشاوند زنده ما شامپانزه‌ها و بونوبوها جدا شدن شروع بشه. در حالی که شکی وجود نداره که اون موجودات هم میتونن با صداها، حرکات و عبارات ارتباط برقرار کنن. اما علارغم دهه‌ها تلاش ما برای یاد دادن زبان به اونها، نمیتونن مثل ما صحبت کنن. البته اولین خیشاوندان هومینین ما هم احتمالاً مثل ما نمیتونستن صحبت کنن، چون اولین شواهد فسیلی که برای بازسازی صداشون دیده شده یک اسکلت جوان از نژاد آسترالوپیتکس آفارنسیس بود که مربوط به 3.3 میلیون سال پیشه. این استخوان خاص که هایوئید نام داره و در گردن و زیر فک قرار گرفته به هیچ استخون دیگه ای متصل نیست. در عوض ماهیچه ها و ربات ها رو جای خودشون نگه می داره. در انسان هایوئید یک نقطه اتصال مهم برای عضلات زبانه. این استخوان در شامپانزه ها و بیشتر میمون ها هم هست و نه تنها مثل انسان به ماهیچه ها و ربات ها کمک میکنه، بلکه برای اونا به کیسه های هوای حنجره هم کمک میکنه. اما در مورد فسیل های کشف شده باستانی، دانشمندان هنوز مطمئن نیستن این استخوان برای چه کاری در هومینینا مورد استفاده قرار میگرفت. ممکنه برای بلند کردن صداشون و داد زدن بوده، شاید هم برای تهویه بهتر هوا. از بررسی فسیل‌ها اینطور به نظر می‌رسه که آسترولوپیتکس‌ها صداهای جدید و کمی رو از خودشون در می‌آوردن و صداشون رو نازک‌تر می‌کردن که کار سختی برای صحبت بوده. نکته اینجاست استخون هایوئید اونا بیشتر شبیه شامپانزه‌ها بوده تا ما، یعنی احتمالاً هومینین‌ها کیسه هوایی به هایوئیدشون متصل بوده، پس مثل ما نمی‌تونستن صحبت کنن. تا اینجا ما قدیمی ترین شواهدمون از آسترالوپیتکس ها بوده که فقط به استخون هایوئید مربوط میشه. بعد از اون جدیدترین نشونه ها به 450 هزار سال پیش برمیگرده. اون موقع آسترالوپیتکس ها دیگه ناپدید شدن و جنس خودمون هومو تکامل یافت و برخی از جمعیت ها حتی راهشون رو از آفریقا به آسیا و اروپا باز کردن. در شمال اسپانیا مکانی به نام گودال استخوان ها وجود داره، جایی که گونه ای از هومو هایدلبرگنسیس کشف شد که ممکنه جد مشترک نئاندرتال و هوموسیپین ها باشن. شاید هم یک قوم نزدیک به اونها بودن. اما چیزی که به وضوح در اونها دیده شد استخوان هایوئیدی بود که بیشتر شبیه استخوان ماست تا شامپانزه ها و آسترولوپیتکس ها. بنابراین این انسان ها احتمالاً کیسه های هوای حنجره ای نداشتن. اما این کشف لزوماً به این معنا نیست که اونها میتونستن مثل ما صحبت کنن. البته شاید هم میتونستن، ولی حداقل این استخوان چیز خاصی رو ثابت نمیکنه. انسان بدون کیسه های هوای حنجره تناسبات دستگاه صوتی منحصر به فرد خودش رو داره. دستگاه صوتی بالای حنجره یا جعبه صوتی به دو قسمت اصلی تقسیم میشه.
دهان قسمت افقی رو تشکیل میده و حلق قسمت عمودی رو. در انسان بالغ طول این دو قسمت تقریبا یکسانه. این به ما این امکان رو میده که 3 از صداهای مختلف صدادار ا، آ و او رو بسازیم و بتونیم اونها رو از هم متمایز کنیم طوری که به راحتی قابل تشخیص باشن. تقریبا همه زبانهای انسانی حداقل دارای 3 صدادار هستن و مخصوصا همین 3 صداداری که اشاره کردیم هم در اونها دیده میشه. شاید دلیلش اینه که با کمترین حروف بشه بیشترین تمایز رو بین ادا کردن کلمات به وجود آورد. برخی از مردم شناسان فکر نمی کنن که سایر انسانها این نسبتهای حنجره‌ای رو داشته باشن. به عنوان مثال، محققان قبلاً پیشنهاد کرده بودند که نئاندرتال‌ها قسمت‌های عمودی حنجره‌شون خیلی کوتاه‌تر از مجرای افقی بوده. نوزادان انسان و شامپانزه ها هم بخش‌های عمودی کوتاه‌تری نسبت به مجرای افقی دارن. در نتیجه نمیشه اون آواهای صدادار متمایز رو ایجاد کرد. اما اون فسیل‌هایی که در اسپانیا پیدا شدن میتونن سرنخ‌هایی رو در این زمینه به ما بدن. یک فسیل با جمجمه تقریباً کامل و 7 گردن کشف شد که برای مقایسه 2 دستگاه صوتیش از اونا استفاده کردن. اونا دریافتن که قسمت افقی حنجره کمی کوتاه‌تر از قسمت عمودیه. نسبت استخوان فسیل‌ها شبیه کودکان 10 امروزی بود، نه مثل یک انسان بزرگسال. ولی بچه‌های 10 امروزی هم میتونن همون حروف صدادار متمایز رو بسازن. به این معنا که این انسان زاده 500,000 سال پیش احتمالاً میتونسته این کار رو انجام بده. برخی از اجداد جدیدتر ما هم در تناسبات دستگاه صوتیشون همین شباهت‌ها دیده میشه. وقتی که انسان شناسان طول دستگاه صوتی یک نئاندرتال بالغ فرانسوی رو که مربوط به 50,000 تا 70,000 سال پیش بود بازسازی کردن، متوجه شدن که بخش افقی دستگاه صوتی بالاش کمی کوتاه‌تر از بخش عمودیشه. پس او هم احتمالاً میتونه طیف کاملی از صداهای موجود در گفتار انسان رو ایجاد کنه. ولی فقط این استخوان نیست. شواهد بیشتری برای گفتار در نئاندرتال‌ها وجود داره. یکی از غارهای دیگه که اون هم در اسپانیاست، 2 از این خیشاوندان منقرض شده مربوط به حدود 43,000 سال پیش رو کشف کردیم. هرچند استخوان‌ها ناقصه، اما اطلاعات خوبی ازش به دست اومد. علاوه بر شباهت‌های استخوان هایوئیدشون، دانشمندان از طریق سی‌تی اسکن متوجه شدند که بخش‌های داخلی استخوانشون هم شبیه ماست. بنابراین اگر یک نئاندرتال از ماهیچه‌ها و ربات‌هایی که به هایوئیدش متصل میشن استفاده می‌کنه، سی‌تی اسکن هایوئیدش باید با ما هم مشابه باشه. اتفاقاً این رو هم آزمایش کردند و مشخص شد هم بیرون و هم درون هایوئید این نئاندرتال قادر به ایجاد صداهای گفتاری شبیه انسان بوده. اما توانایی ساخت صداهای گفتاری شبیه انسان فقط نصف داستانه. بقیهش توانایی شنیدنه. اگر توانایی شنیدن اونها با ما متفاوت باشه، مسلماً در نحوه صحبت کردنشون هم تفاوت‌های زیادی وجود داره. ولی خوبی ماجرا اینه که دیرین انسان شناسان اگرچه فسیل‌های زیادی از استخوان‌های هایوئید پیدا نکرده بودن، اما جمجمه‌های زیادی رو کشف کردن و با مطالعه ساختار و استخوان‌های گوش فهمیدن که آناتومی انسان‌های نخستین با انسان‌های امروزه بیشتر شبیه بوده تا شامپانزه‌ها. با مطالعه این جمجمه‌ها، دانشمندان محدوده شنوایی هومینین‌های اولیه رو هم بررسی کردند. ثابت شد که توانایی شنیداری اونا خیلی به انسان امروزی شباهت داشته، اما انسان‌های اولیه به فرکانس‌های میانی صدا بیشتر حساس بودند. بررسی فسیل‌های بعدی نشون داد که کم کم انسان‌های اولیه اون حساسیت به فرکانس میانی رو از دست دادن و دامنه حساسیت شنواییشون به فرکانس‌های بالاتر گسترش پیدا کرد. ولی این گسترش فرکانس بالاتر معنی مهمی میده، یعنی گوش‌هاشون داشته به شنیدن صدای حروف صامت، مخصوصاً حروف ف، ک، ت و س عادت می‌کرده. استفاده از صامت‌ها یک ویژگی کلیدیه که زبان انسان رو بیشتر از ارتباطات حیوانی متمایز می‌کنه. این تغییرات در آناتومی گوش و توانایی شنوایی همراه با تغییرات در استخوان هایوئید در طول زمانه. هومینین‌های اولیه بیشتر شبیه نزدیک‌ترین خیشاوندان زنده ما بودن. زمانی که به نئاندرتال‌ها می‌رسیم، به نظر می‌رسه که آناتومیشون برای صداهای مصوت و صامت کاملاً متمایز شده
که واقعا باور نکردنیه. حالا ما نمیدونیم که آیا این معنا رو میده که این خیشاوندان منقرض شده ما زبانی هم داشتن که صحبت کنن یا نه. این هنوز یک رازه. ما شواهد کافی برای این مورد نداریم. اما چیزی که میتونیم بگیم اینه که هیچ دلیل آناتومی وجود نداره که اونا نتونن صداهای گفتاری شبیه انسان رو تولید کنن و نشنون. ما میدونیم که نئاندرتال‌ها قادر به رفتار شبیه انسان بودن، مثل مراقبت از اعضای زخمی گروه، استفاده از اشیا برای تزیینات و زیبایی شخصی. پس شاید هم اونا زبان داشتن و میتونستن بشینن و برای همدیگه قصه تعریف کنن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.